دوستان عزیز سلام به تماشای یکی دیگر از ویدیوهای جالب و دیدنی از سنترال افغانستان خوش آمدین امیدوارم مثل همیشه شاد موفق و سرحال باشید نماهایی را که شما میبینید از منطقه تگولور هست و ما در قسمت بالای کوتل قرار داریم و نمایی را که شما فعلا میبینید مناطق زیبا و دیدنی تقابلور به چشم میخورد جاهای دور و پایینی که دیده میشه او طرف مناطق شهرستان است و مسیر ما در حال برگشتن به طرف ولسوالی نیلی مرکز ولایت دایکندی میباشد در باره یک فیلم سابقه ما نشر کردیم که اون را در بخش دسکریپشن یا تشریح همه ویدیو لینکش را میگذاریم شما میتونید معلومات کامل درباره تگابلور را در اون ویدیو تماشا کنید تمامی سرگ های دایکندی به شکل خامه بوده اکثرشان درجه سه و بعض سرک که سرک های اصلی باشد درجه دو هستند. اینجا هم سر کتل چبلک یا چبلیوک است که در قسمت شرقی کتل مناطق تقابلور شهرستان و در قسمت غربش که میریم کتل چبلک و از او پیشتر را که شما ببینید جاهای دور مناطق مثل ولسوالی پاتو و جاهای دوردست دیده میشه اکثر سرگ ها به یک قسمی خاکه و پر از گرد و خاک می باشه. اینجا هم که مشاهده می کنید از کتل چبله وگ ما رد شدیم و منطقه ای را که فعلا در پیش رو داریم منطقه هیدربیک شینیه هیدربیک در مسیر رای ما می آید. ای کوتل یکی از کوتل های بسیار قرخ و دارای ارتفاعی بالا هست ولی سرکش زحمت کشده سرگ نسبتا خوبی جور شده کم کم وارد قریه ها میشیم و ای تو جاهای زیبا و دیدنی رو مشاهده میکنیم آمدن به دایکنده سخته های خود را دارد تلخه های خود را دارد گیرو و پیته و قرخ خود داره سردی و گرمی خود داره اما زبایه های خودش هم داره خاطرات خوش هم داره و قریه های زیبا و دیدنی را هم داره یکی از قریه هایی است که در قسمت بالایی شینی های هیدربیک موقعیت داره و فصل فصل خزان سال است شما می بینید که درختان برگش زرد شده اکثر درختایی که در این منطقه هست درخت های زردالو هست درخت های بادام هست درخت های سیب هست و دیگه درخت های مصمیر و غیر مصمیر فراوانی در اینجا وجود داره قابل ذکر است که این مناطق اکثر رن آبشان کم است. به همو لحاظ این مردم از بادام استفاده بسیار خوبی کرده و اکثرا بادام کشت کرده بادام شانده ای هم نوری بود که شما دیدیم خب همچنان مسیر ما به پیش میره در بدر هوای هوای اینجی بدره اما خواندن ناشناس که میگه در بدر هوای پغمان بدر به همین تو جایان میزیبه. ای هم موتورایی که مردم سوار میشه البته قابل ذکر است که در دایکندی در هر خانه دو موتور یک موتور سه موتور یا موتور وجود داره یک وسیله بسیار سبک است که در آن واحد شما در هر جایی که خواسته باشید خود رسانده میتونید هم مصرفش کم است هم سبک است و هم از هر جا شما رفته و سفر کرده میتونید اینا دیدین که کم کم به داخل قریه نزدیک میشیم اینجا شنیه هیدر بیگ است و مردم بسیار زحمت کش داره مردم بسیار پرتلاش با فرهنگ و واقعا مردم علم دوست هستن از نگاه سمیمیت و بین قومه اینا رو ببینیم مردم خوبه هستن از نگاه زحمت کشی رو ببینیم و از نگاه مهمان نوازی بسیار مردم با, شر... با شرافت هستن این هم نمونه کارگریش ببینید پابل میکنه و این هم که ببینید او داری که چک نقش و نگار جالب شده او در بالا که راست کرده او رقم جور شده خب میخواستم در باره یه منطقه معلومات بدیم که از نگاه علمی هم مردم بسیار پیشرفت های خوبی داشته شما اگر بیاین در هر خانه فارغ دوازده فارغ شانزه لسانسه و فارغ ماستری را هم در دا مناطق داریم با وجودی که زندگی به سختی و به مشکلات پیش میره ولی مردم بسیار با همت بلند و با آیندنگری بسیار روشن هستند این هم یک نمونه دیگه از زندگی از این مردم و ببینید بچه ها با چقدر زحمت در اینجا آو میکشه خب بر علاوه که همون تو پیش میریم باز هم به با معلومات خود و جزیات درباره باره منطقه برای شما قصه میکنم یکی از خوبی های منطقه بود گفتیم که در قسمت معارف بسیار پیشرفت خوبی داشته اینجا در دا دست راست شما میبینید یک مکتب هست مردم در اینجا اولادایشان درس میخونه. و یک مکتب دیگه در پیشتر جای دور اونجا که سفید دیده میشه یک مکتب دیگه در اونجا هست یعنی مردم تشنه علم و تشنه درس و تشنه پیشرفت هستن و از هر گونه فرصت هایی که در این باشه استفاده میکنه یک نما هم به طرف پشت سر ما و دوباره کامره را دور میدیم به طرف پیشوری و یک بازارچه بسیار کوچیک و جالبی بده خود داخل قریه وجود داره که هم خرید فروش مردم اینجی میشه هم مسافرها از اینجا کدام سودا و خرید اگر لازم شد یک چیز خوردنی شد از اینجا میگیره و هم یک سرگرمی برای منطقه و برای دکاندارا شده خب ما از منطقه عبور کردیم از منطقه شنیه های دربیک و خواستم یک فیلم از کو کمر و زندگی و وضعیت این منطقه بگیریم و برای شما برنده های عزیز نشر کنیم امیدواریم که برای شما جالب و جذاب تمام شده باشه البته از زندگی دهات خوبی های خود داره سخته های خود داره ولی در مجموع قشنگ است در هر جای دنیا که باشین وطن وطن است مطمئن استم کسایی که از شنیای در بگستن با دیدن این ویدیو به یاد وطنشان میفته و خاطرات خوش را دا که در اینجا داشته دوباره تازه میشه و کسایی هم که از این مناطق سفر کرده اکثرا اینجا را آشنایی داره بلد هسته و با دیدن این ویدیو به سفرهایی که طرف کابل و دایکندی داشته به یاد او خاطره ها و سفرها میفته از این که تا اینجا با ما بودین جهان سپاس تا درودی دیگر بدرود خداوند یار و نگهدار شما سنترال افغانستان صدای هزارستان هزارستان سرزمینی آینده سازان